کلان شهرهای ایران زمستان امسال را هم با آلودگی شدید هوا آغاز کردند. دیماهی که با نام مازوت، قطعی برق، آلودگی و کرونا آمیخته شد و نفس مردم را گرفت. شدت آلودگی در کلان شهر تهران در دیماه 99 به حدی بود که بر اساس آمارهای موجود میتوان آن را آلوده ترین ماه در 10 سال گذشته این شهر دانست. 25 دیماه کار به مرحله‌ای رسید که همه ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در نقاط مختلف تهران رنگ قرمز را نشان می‌دادند. وزارت بهداشت این وضعیت را خطرناک اعلام کرد، اما باز هم مانند همه روزهای قبل از آن تهران تعطیل نشد. این حجم از آلودگی هوا در شرایطی رخ داد که ایران به تازگی پیک سوم کرونا را پشت سر گذاشته است. هر بیماری تنفسی هم شانس ابتلا به کرونا را افزایش می‌دهد و هم شدت علائم را تغییر می‌دهد و در مرگ و میر ناشی از آن هم مؤثر است. افزایش مصرف گاز در بخش‌های مسکونی و احتمال مصرف سوخت نامناسب با تولید آلودگی بالا در صنایع مجاور شهر تهران بخشی از دلایلی است که به عنوان تشدید کننده آلودگی هوای این شهر از آنها نام برده می شود. در این میان نقش خودروهای دیزلی فرسوده و واحدهای صنعتی کوچک و متعدد را هم نباید نادیده گرفت. طبق سیاهه آلودگی هوا، منابع ثابت شامل منازل مسکونی، صنایع و نیروگاه‌ها حدود 40% و منابع متحرک مانند خودروها و موتورسیکلت‌ها حدود 60% در آلودگی هوا سهم دارند. بیشترین آلودگی که این منابع ایجاد می‌کنند به دلیل احتراق سوخت‌هایی است که باقی مانده آن به صورت گازها و ذرات معلق وارد هوا می‌شوند. از طرف دیگر تردد خودروهای فرسوده و کیفیت پایین حداقل 50% سوخت گاز و گازوئیل در صنایع استان تهران هم باید به این فهرست بلند اضافه شود. آلودگی شدید هوا در تعدادی از کلان شهرهای کشور مثل تهران، اصفهان، عراق، تبریز و چند شهر دیگر در این مدت باعث شد سهم منابع ثابت در آلودگی هوا در این نقاط بیش از پیش دیده شود، مثل موضوع استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع که تأیید و تکذیب‌های زیادی به دنبال داشت. با این حال استفاده از مازوت در برخی نیروگاه‌ها از جمله شازند عراق و نیروگاه طوس در استان خراسان رضوی تایید شد. به همه این موارد، عدم نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نصب نشدن فیلتر جاذبه دوده روی خودروهای عمومی درون شهری، مدیریت نادرست ترافیک و توسعه نیافتن فضای سبز را در همه کلان شهرهای کشور باید اضافه کرد. عدم اجرای قانون هوای پاک هم اهرم دیگری برای کمک به افزایش فشار آلودگی هواست. قانون هوای پاک در سال 1396 به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و نهادهای دیگر مکلف شدند اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا انجام دهند. اما حالا 3 سال از ابلاغ این قانون گذشته و بسیاری از این دستگاه‌ها هیچ اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام ندادند. حالا چند روزی است که وزش باد تا حدی از شدت آلودگی هوا کم کرده، اما وارونگی دما، خودروی فرسوده، عدم اجرای قانون، مازوت و سوخت بدون کیفیت همچنان پابرجاست و موتورسیکلت‌های رسوبی می‌توانند به راحتی در شهر تردد کنند. این یعنی راه هنوز برای آلودگی هوا هموار است.